بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند، جام گلرنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بهشتا که هم پروازان نگران و غم هم پروازند. ارغوان بیر گلگول بهار تو برد. سایه بالاخره به سرزمین خودش بازگشت و باز 7000 سالگان سر به سر شد. برگشتن سایه کار دشواری بود، ولی به هر حال با همکاری عده زیادی از دوستان، همکاران ارشاد، وزارت فرهنگ، سفارت ایران، همه همکاری کردن که این کار اتفاق افتاد و من با دو تا برادرم کیوان و کاوه ابتهاج تونستیم این مسئله رو فراهم کنیم که در واقع امروز به وطن با مشایعت شما راهی زادگاهش بشه و در آنجا به خاک سپرده بشه. من این روز را هرگز تصور نداشتم، نمیدونستم این روز چطوری پیش خواهد آمد، ولی امروز اینجا ایستادیم و همه ما در یک غم هستیم. من در از جانب خودم به همه شما تسلیت میگم. پدر من انسان شریفی بود و تا لحظه آخری که در اتاق خودش و یا در بیمارستان صحبت میکرد، تمام فکرش مردم ایران بود. غم و شادی مردم ایران رو تا همیشه با خود داشت. پیامش رو با اشاراتی که در اشعارش داشت برای شما منتقل کرده. هیچ حرف اضافه‌ای غیر از پیامش با شعرش نگفته. و تو تمام این شعر هر جا نشانه ردپای مهرش به مردم ایران، به سرزمین ما، به شعر، به ادبیات، به فرهنگ، به همه آنچه حرمت و هویت ماست، حفظ کرد و مراقبت کرد. و امروز ما در واقع همه وارث این اشعار هستیم، وارث گفته‌هایش هستیم که امیدوارم هر کدوم از ما فقط به عنوان اینکه شعر رو میخونیم ازش نگذریم، تعمق بکنیم که این کلامی که به ما منتقل شد چی خواسته به ما بگه. غیر از مهر و دوستی، غیر از پایداری، غیر از حرمت وطن رو نگه داشتن، حرمت این خاک رو نگه داشتن و به گذشتگان و آیندگان نگاه کردن چیزی نداشت. و همونطور که خودش در آخرین لحظات صحبت میکرد میگفت میخوام برگردم به رشت، به جایی که به مردم اونجا تعلق دارم. و حرفشون همیشه این بود که مردم اون کسی رو که با صمیمیت و صداقت باشون حرف میزنه میفهمن. و من میدونم که امروز مردم ایران با هر نوع تفکر، با هر نوع سلیقه، در هر سن و سالی این رو پاسخ دادن. در عمر خوب سایه ما فکر میکنم این رو شاهد بودیم، گرچه سختی های زیادی رو از سر گذرون، ولی تلخ نشد، امید رو به ما همیشه بخشید و ما با همین امید برای سرزمینمون زندگی میکنیم. میخوام که از شما هر گوشه ایران که هستید این یادگار رو در واقع از ما به امانت بپذیرید و تنهاش نذارید. من وقتی برگردم به آلمان یا از رشت برگردم به تهران، دیگه امکان اینو ندارم که هر روز سر این خاک بیام. و هر کدوم از شما به هر شکلی که میتونید
چه در سر مزارش که امیدوارم مزار آبرومندی باشه آنطور که شایستش هست در باغ محتشم، چه در لحظاتی که در خانه های خودتون در تمام لحظات خوب و بدتون قرار دارین با شعر او رو یاد کنید و همراهتون در زندگی نگه دارید. از همگی برای اومدن امروز ممنونم و باز هم به همه تسلیت میگم. من اجازه میخواهم از همه مردم شریفی که تشریف دارن، بزرگان، که او رو به همون نامی که خودش نامیده بود بدون القاب در سخنم نام ببرم، سایه. مرد تا زمانی که فرسودگی بدن اجازه میداد در اون حالت بیماری که به رفتن او انجامید، همچنان او رو میشد سرحال کرد و برق به چشمان بیمارش انداخت و من این حیله رو میدانستم که اگر برای سایه شعر بخوانی سایه جان میگیره. من اینجا یادداشت کردم اون روز، حالا به چون اونجا بودم به تاریخ فرنگی یادداشت کردم، تاریخ 5 اوت و سایه 9 اوت از جهان ما چشم پوشید. این یادداشت من مال 5 اوته که کنار بستر او در خانهش بودم و شعر میخواندم براش. وقتی که در اون روز به خصوص همراه یلدا رفتیم به سراغش، خواب بود و یلدا رو بیدار کرد که چشمان رو باز کردند و بعد از ابراز محبتی که فرمودن، من شروع کردم که سایه جان اون غزل یادتونه و براشون خوندم. وقتی شعر رو میخواندم در همون حال دیدم هی چشم ها داره براق‌تر میشه و نگاه میکنه و شروع کرد به فکر کردن. اون غزل که خواندم این بود: شمع خود سوخته بزم غریبانه خویشم، غم بیگانه ندارم که به پروانه خویشم. چرا این غزل رو انتخاب کردم و خواندم؟ برای اینکه سایه شروع کرد فکر کردن و گفت دیدم آن روی از آن روز که جانانه خویشم. و بعد غزل خوانده شد: من از این دست نبودم غلط ها وردیم اینجا، ببره ای باد پریشان به سر خانه خویشم، ببره ای باد پریشان به سر خانه خویشم. من آن میوه فروشم که به بازار تو کوشم، لاله دشت نهان داشته در دانه خویشم، لاله دشت نهان داشته در دانه خویشم. تو و آن رنج تمنا همه تشویش مبادا، من و این گنج دل خوش که به ویرانه خویشم. هرگزم راه نزد ساغر زرین حریفان، بسم این عیش که دردی کش پیمانه خویشم.
هوشمندان جهان را غم سودای جهان بس، فارغ از سود و زیان با دل دیوانه خیشم. سایه جان قصه چه پرسی که در آیینه چه دیدی؟ دیدم آن روی و از آن روست که جانانه خیشم. بعد گفتن که در حالی که یک دست رو به دسته تخت پزشکی گرفته بودن، گفتن تمام این غزل زائیده یک مصرع حافظه. همین کلمه زائیده رو به کار بردن. گفتن تمام این غزل زائیده یک مصرع حافظه، و اون مصرع حافظ کدومه؟ بعد از این روی من و آینه وصف جمال. این یه مصرع رو من پرورش دادم شد این غزل. اگر مثلا ما 100 سال اخیر ایران رو در نظر بگیریم و غربال کنیم، عبارت دکتر شفیعی رو به کار میبرم، و غربال کنیم دانه درشت های شعر فارسی رو در این 100 سال، قطعا سایه در دو سه دانه درشت این 100 سال قرار خواهد گرفت. چرا سایه سرمایه ملی همچنان که میبینید این همه تدارکات زحمت کشیده شده، مسئولان محترم، شخصیت‌های فرهنگی که شأن او رو پاس بدارند، برای این است که او دیگه به عنوان یک سرمایه ملی پیوست به سلسله ادبیات پارسی، و این سلسله روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم که پریشانی این سلسله را آخر نیست، و این سلسله وقتی شروع میشه همچنان میاد. این تکیگاه وحدت ملی ما، تکیگاه به هم پیوستن ما، تکیگاه متصل شدن ما به تاریخ عمیقمون، این تکیگاه به وجود میاد. بنده سالها افتخار داشتم که نماینده فرهنگی ایران باشم و میدانم که گنجینه زبان فارسی چه ثروتی است برای این ملت. عرض احترام میکنیم به این سرمایه و عرض تسلیت به خانواده مکرم ایشون و شخصیت‌های فرهنگ و ادب این کشور و مردم ایران و جهان فرهنگی ایرانی. متشکرم. ما قرار بود که امروز به رشت حرکت کنیم که این کار رو میکنیم، ولی به خاطر مسافت زیاد برای طول راه و احتمال دیر رسیدن برای مراسم، قرار شد که مراسم فردا برگزار بشه ساعت 8 صبح در باغ محتشم رشت. از همه دوستانی که اونجا حضور دارن و یا کسانی که از اینجا همراه میشن پیشا پیش سپاسگزاریم. امیدوارم که همه به نوعی همراه سایه بمونیم و یادش رو در دلمون نگه داریم. از همه ممنونم.